ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود به هم‌میهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، در روزی در یک این چنین ساعتی در ایران، وقتی که به کلاس درس دانشگاه جندی شاپور رفتم، فضای غم‌انگیزی بود. در کلاس ما جای یکی از همشاگردی‌های ما خالی بود. این همشاگردی ما شب گذشتهش در سینما رکس آبادان با تمام خانوادهش سوخته بود. در این چنین روزی وقتی کلاس‌های درس شروع شد، جای خیلی از بچه‌ها خالی بود. در آبادان به خصوص وقتی ساعت کار شروع شد در مؤسسات مختلف دولتی و غیر دولتی، جای خیلی از همکاران خالی بود. آبادان، خوزستان و ایران را غم گرفته بود. مشتی متعصب مذهبی در فیضیه قم تصمیم گرفته بودند که حدود 400-500 نفر از فرزندان ایران را در سینما رکس آبادان با هم بسوزانند. اینها تصمیم گرفته بودند تا نقطه پایانی بگذارند بر شادمانی ملت ایران و نقطه شروعی برای بی‌آبرویی ملت ایران.
اونچه که بر ملت ایران گذشت در این تاریخ 33 ساله سینما رکس آبادان نقطه عطفی بود و نقطه شروعی بود بر آبروریزی یک ملت توسط گروهی فاسد، توسط گروهی متعصب مذهبی که میخواستند با پرچم الله بیایند و برادری را قسمت کنند و برابری را میخواستند بیایند و برای ملت ایران و برای پابرهنه ها به قول خودشان آزادی بیاورند. قول داده بودند که زنان آزادند و زنان با مردان برابرند. قول داده بودند که آب و برق را مجانی می کنند و پول نفت را بر سر سفره های مردم می آورند. اما امید ملتی را برباد دادند. اگر این ملت به دلیل ناآگاهی عکس آقا را در ماه دیده بودند، اگر به روحانیون مذهبیشان دل بسته بودند که گناهی نکرده بودند. اما وقتی من خاطره اون روز دانشگاه جندی شاپور رو بیاد میارم، دانشگاه اون روز غم زده بود. همکلاسی ما در اهواز به کلاس درس نیومده بود، اما خیلی از همکاران، خیلی از آبادانی ها دوباره به سر کارشون برنگشتند. از اون روز شروع تباهی یک ملت، بی آیندگی یک ملت آغاز شد. همینطور میبینیم در طی این 33 سال که اونها که با اون شیاد بزرگ، هموطنان عزیز، این لقب شیاد رو شادروان دکتر شاپور بختیار به خمینی داد، و چه لقب با مسمایی است، شیاد. این شیاد با دروغ و دغل آمد، با ریا و تزویر آمد و دیدیم که چه کرد با ملت ایران و این عقابش امروز چه می کنند با ملت ایران و چه می کنند با ملت جهان، با ملل جهان. هموطنان عزیز، امروز در عین حال خبر تأسف آور دیگر زندانی کردن هیلا صدیقی است. این زن رشید یکی دیگر از جوجه های بلانه نشسته در طی این 33 سال. به چه دلیل باید زندانی بشه؟ حکم زندانی شدن ایشون البته در نظام اسلامی هیچ چیزی حساب و کتاب نداره، چون فقط تکه بر پرچم الله هست و هر چه که دلشون میخواد میگن، اما دیری نخواهد پایید. یکی از جوانان از داخل ایران شادباشی رو برای هیلا صدیقی نوشتند. خواندنی است، شنیدنی است. شادباش حکم زندان برای هیلا صدیقی. این دختر پرورده شاعر بزرگی چون سیمین بهبهانی است. مباد که آزار و ولایت نبیند، بالاخره بعد از کشمکش دادگاه حکم زندانی شدن هیلا صدیقی را صادر کرد. چه دادگاهی؟ دادگاه. عجب اسم بی مسمایی. کدام دادگاه؟ این بیدادگاه های حکومت اسلامی است. بله، دادگاه حکم زندانی شدن هیلا صدیقی را صادر کرد. 5 سال حبس تعلیقی و 4 ماه حبس تعزیری که البته مجازات معقولی است برای هنرمند بودن در رژیم ولایت فقیه. گناهه در رژیم ولایت فقیه، هنرمند بودن هم گناهه. البته که هیلای هنرمند شایسته چنین حکمی است و مبادا که او از آزار
سگان ولایت در امان باشد. هیلا شاگرد زن بزرگی است، چون سیمین بهبهانی است. البته که هیلا و دیگر زنان ایران زمین آموزگار شجاعت ما هستند. هیلا در جلوی دوربین و در داخل ایران، در حالی که همه او را میشناسند، چونان شیر میغرد و رژیم را به لرزه میاندازد. هر کدوم از این ویدیوهایی که شما میبینید از هیلا صدیقی، حقیقتا این چنین مو بر تن آدم سیخ میکنه و انسان رو به یک وجد انقلابی در میاره. زندان رفتن در ایران افتخار بزرگی است، چون که زندانهای ایران مفتخر هستند به جای دادن شیرزنانی چون هیلا صدیقی، نسرین ستوده، شیوا نظرآهاری و مردان بزرگی چون زیدآبادی، منصور اوسانلو و صدها و صدها قهرمان و دلاور دیگر، دلاوران که در ایران زندانی سیاسی شدند. زندانی سیاسی شدن در ایران مساوی است با سرفرازی. سندی است مبنی بر شرافت و آزادگی محکوم. هیلا جان، حکم زندانت شایسته توست. مبادا که شیوا نظرآهاری و احمد زیدآبادی و نسرین ستوده در زندان باشند اما تو هیچ آزاری نبینی. شأن تو بالاتر از آنی است که در امان باشی از آزار این سگان حکومت. هیلا دختری از نسلی که اون را دهه شصتی مینامند، همون نسلی که تا 3 سال قبل بسیاری از فعالین سیاسی میگفتند این نسل چیزی از آزادی و دموکراسی نمیداند. و البته که این 2 ساله دهه شصتی ها نشان دادند که افتخار جامعه ایرانی هستند. نسلی هستند که با اندیشه و عدم توسل به خشونت در پی آزادی هستند. این روندی است که این نسل در پیش گرفته، بدون خشونت ایران را پس خواهد گرفت. هموطنان عزیز، برای هیلا صدیقی مجددا پتیشنی روی سایت ها خواهد آمد. حتما پشتیبانی کنید. چرا؟ البته این حکومت پلید نمیدونه که خود همون جور که این جوان نوشته بود، خود هیلا صدیقی یکی از این جوجه های در لانه نشسته بود که در طی این 33 سال حاصل اعمال همین حکومت بود، ولی هزاران هیلا صدیقی دیگر در لانه ها نشستند. امروز گوش میکنیم به یکی از ویدیو کلیپ هایی که از این جوان رشید، از این زن عزیز و ماندنی در تاریخ ایران، از این یکی از زنان عزیز و شایسته و لایق ایرانی میبینیم که هیلا صدیقی چگونه در قالب کلام اون چرا که در قلب ملت ایران میگذره بیان میکنه. تماشا میکنه. ولی به این امیدی که دست زدید انشاءالله ناامید خواهید شد. سرزمینم، خاک افسونگر، دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می خروشم. من خلیجم،
تا ابد فارس. من زن ایرانیم، یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، می سازمت با خشت جانم، می زنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. سپاسگزارم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، من خلیجم تا ابد فارس. هموطنان عزیز، حکومت اسلامی از شروع کارش ستیز با زنان را آغاز کرد. این نوع تفکر ستیزش سابقه 1400 ساله داره. اما زنده باد این زنان و مردان ایرانی. این زنان در دامانشون زنان و مردانی رو تربیت میکنند که آینده جهان رو میسازند. آینده جهان در دست همین زنانی است که توسط این حکومتگران فاسد به حساب نمیان. اینها باید زندانی بشند، اینها باید دهنشون بسته بشه و باید نمونه‌ای باشند از جانب اینها در این آزار و اذیت که بقیه که دهن بقیه زنان را ببندند. آیا به این ترتیب میتوانند زبان دیگر زنان ها را هم ببندند؟ نه خیر. در طی طول تاریخ این امکان پذیر نبوده و امکان پذیر نیست. در تاریخ ایران این چنین نبوده و ایرانیان نمیتوانند این چنین چیزی را قبول بکنند. در این فاصله من اطلاع دادن که فیلمی رو که آقای پرویز صیاد ساختن در مورد سینما رکس، امروز از تلویزیون های اندیشه و احتمالاً در این هفته و شاید امروز از تلویزیون پارس هم پخش خواهد شد. حتما شما رو به تماشای این فیلمی که توسط این کارگردان بسیار ارزنده ایرانی ساخته شده جلب میکنم. اما حقیقتاً ببینیم که اگر یک انسان سیاسی رو میکشند، بقیه در موردشون چی فکر میکنند؟ آیا فقط کشتن همین نفر هست؟ همین شخصی است که به زعم حکومتگران اسلامی با اونها مخالفه یا دیکتاتورها؟ و دیکتاتورها فکر میکنند اگر یک نفر رو میکشند یا هزاران نفر رو میکشند تمام میشه؟ یک مقاله‌ای رو دیدم از کسی که نوشته بود چگونه برادرم را به خاک سپردیم و زندانبانان هنوز رهایش نکردند. و این خاطره خاکسپاری شخصیتی است به نام سرگرد مهندس شهید غلام حسن موحدی است. این سرگرد غلام حسن موحدی توسط فریدون غلامی در شکنجهگاه آمل، در شکنجهگاه اطلاعات آمل به جمع شهدای آزادی پیوست. ایشون مثل اینکه برادرشون هستند که نوشته ای دارند در اینجا در مورد برادر می نویسند. درختان قندیل های آویزان خیش را صبورانه تحمل می کردند و قندیل ها حتی یک قطره نمی شدند. ساعت صفر بود و غمگنانه ترین لحظه آفرینش برای ما در این گوشه از خاک تکرار می شد. دیشب خوابیده بودیم، اما خودم هم باور نمی کنم توانسته باشم شاید لحظاتی اندوه این جدایی را که از دیروز شروع شده بود
و فردا به اوج میرسد تحمل کرده باشم. بقایای یک سرو بودیم که در جوار پیکر غلطیدش فکر بهار را فراموش کرده بودیم. پیکر درد کشیده برادرم را از دیار غربت برایمان آورده بودند. ساعاتی بود که در قهقرای سرد بیمارستان به امانت گذاشته بودیم. زندانبانان هنوز رهایش نکرده بودند. اونجا زندانبانان باز هم مانده بودند. همه چیز مهیای دردناکترین وداعی بود که در پیش داشتیم. تمام خانه هایمان در غرق داروغه های جهل و جنایت به خود می پیچید و این چنین بود که به استقبال سحر رفتیم. خدایا از ما بپذیر. زجه دردناک خواهرم بود که پیشاپیش همه محاصره نامردان بی شفقت را شکست و سر برادرم را در آغوش فشرد. شاید همه آمده بودند، همه، یعنی همه عاشقان این دیار غمالود. دو سوی خیابان‌هایی که کاروان عبور می‌کرد، شب پرستان بی‌رحم روزگار خیمه زده بودند. وقتی پیراهن سپیدش را گشودیم، لبخند قهرآمیزش برای همیشه در ذهن داغ دیدم جاودانه شد. سینه کبود، نشان تشنگی و پلک‌هایی که در قربت دیدگانش را از تماشای تنهایی و بی کسی زمان جان دادن نجات داده بودند. ببخشید، اینقدر تعلم انگیزه و اینقدر تأثر آوره همه این اخبار، همه این چیزهایی که با هم دیگه میاد، که آدم زبونش باز میمونه. و خواهرم که میگفت خدایا از ما بپذیر. به نماز ایستاده جماعتی شکوهمند و پرغرور که پیشاپیش همه آیت الله العظمی سید سلیمان فتاحی که حسر خانگیش را در نوردیده بود و به گورستان آمده بود و این گونه بود که به خاک بازگرداندیم شهید زج کشیده ای را، سرگرد شهید مهندس غلام حسن موحدی را که از زیارت شهر فدایی عزت و آزادی از آمل به مشکین شهر آمده بود. هموطنان عزیز، اون چه که حکومت اسلامی برای ملت ایران به ارمغان آورد، ببینید از اون روز تا امروز چقدر این خانواده ها عزیزانشون رو با این درد و غم به خاک سپردند. ولی آیا فراموش کردند؟ آیا خاک سپاری این عزیزانشون به منصه خاک سپاری تمام خاطرات اون عزیزه و تمام تفکرات اون عزیز؟ خیر. تفکرات اون عزیزان در بقیه ملت ایران دوباره جوانه میزنه و دوباره سبز میشه و دوباره شکوفا میشه. امروز در برنامه امروز قصد داریم که خطوط تلفن رو باز کنیم و از هممیهنان عزیز که علاقمند باشند به 714-280-4022 با استودیو تماس بگیرند با هم صحبتی خواهیم کرد. اما آقای منصور مثل این که قصد دارند که از ویدیویی که داریم اونو پخش بکنیم آقای منصور. و باز اولا سپاسگزاری میکنم از منصور عزیز، هموطنان عزیز، برای اینکه منصور بتونه صبح به این زودی این برنامه رو اجرا بکنه. شاید مجبوره که ساعت 4 صبح از خواب بلند بشه و ازش سپاسگزاری میکنم. در مقاله‌ای که آماده داریم میرویم برمیگردیم. پیغمبر اکرم وارد شد بر حضرت صدیقه، دیدند حضرت صدیقه طاهره خیلی گریه می کند. پیغمبر فرمودند دخترم چی اینقدر گریه می کنی؟ صدا زد بابا، این فرزندی که در رحم من است
گاهی میگه انا الغریب، گاهی میگه انا الشهید، گاهی میگه انا العطشان. ببینم این فرزند من وقتی به شهادت میرسد من که نیستم، فرزندم بابا هم که نداره، پس کی برای بچه‌م عزاداری میکنه؟ میدانی پیغمبر چه جوابی داد؟ رسول خدا فرمود دخترم فاطمه جان، در دوران آخرالزمان مردان و زنانی خواهند آمد که وقتی نام حسین تو برده می شود مانند مادر بچه مرده برای حسین گریه می کند. خدای تو شاهد باش این مردم همان مردم. هموطنان عزیز ملاحظه کنید این صحبت‌های این آخوند رو که اصلاً سر و تهی نداره، حقیقتاً خودش هم نمیدونه چی میگه. اینها به دلیل اینکه امروز با پول نفت بر سر قدرت نشستند، هر جایی دلشون میخواد پشت هر میکروفونی مینشینن و هر اراجیفی رو که دلشون میخواد میگن. اما مقایسه کنید این مردی رو که شاید سه برابر عمر هیلا صدیقی رو داره، حرفایی رو که این میزنه و حرفایی رو که هیلا صدیقی میزنه، حرفایی رو که این میزنه، حرفایی رو که استاد بادکوبی میزنه، و مقایسه کنید ببینید این صحبت ها حقیقتاً چقدر با هم تفاوت داره و این دنیا چقدر با هم تفاوت داره، دنیای این دوتا آدم ها. ببخشید هموطنان، دنیای این ملت ایران امروز ببخشید دنیای ملت ایران خیلی تفاوت داره با دنیای این حکومتگران. این حکومتگران در جهان 1400 سال پیش زندگی می کنند و دیگه در دنیای امروز اپلیکیشنی نداره، جایی نداره دنیای اینها. اینها فریز شده در جهان خودشون هستند و تکرار میکنند اون چرا که در طی این 1400 سال به دروغ در کتابهای مختلف با احادیث مختلف نوشته شده بود. اینها نشخوار کنندگان آنند که خود اصلش مورد سؤاله. خدمتتون عرض بکنم که میرویم و صدای هموطنان رو گوش میکنیم. در این حال تلفن 714-280-4022 از این لحظه آماده است، شما می توانید با این تلفن تماس بگیرید. می رویم و برمی‌گردیم. با درود سلام بر شما، من اسم مستعارم علی میر خدا علی، از تابعی در زمحل زندگی ایران، از پنج اصل نهاد مردمی پشتوانی میکنم. متشکرم. شیش روز فقط امید یه چی شماره بیدم چون دسترسی به اینترنت و کامپیوتر نداریم، با اینکه سواد داره زمان شاهریانه ولی دسترسی به اونو نداریم. یکی از ترس رژیم و فقط امید این بودیم که یه چی شماره بدهیم برسید. حالا با رسیدن این شماره و دیدنش تو صحبه رحمت الله تهه نهاد مردمی تا پایجان استادیم، امید خدا خدا. الو سلام علیکم، خسته نباشید، درود به شرفتون. من از ایران تماس میگیرم، از خوزستان. میخواستم یه اسم مستعار بدم از خوزستان ببر جنوب. خیلی ممنون، خدا حافظ. من دیوید پاشایی از ایران با یک هدف
پنج اصل نهاد مردمی حمایت میکنم و عضویت خودم رو در این نهاد اعلام می‌نمایم. درود بر ملت ایران، پاینده ایران. با درود به ایمان فروتن، با درود به اعضای محترم نهاد مردمی، من کیومرث شیرزاد هستم. قبلا هم تماس گرفته بودم، پشتیبانی خود را از نهاد مردمی اعلام میکنم و خودم رو عضوی از نهاد مردمی میدانم. بعد ضمناً من افسر بازنشسته ارتش هستم. بعد و نابود باد جمهوری اسلامی، درود بر مردم شریف ایران، پاینده ایران، درود بر شما، خدا نگهدار. با سپاس پاینده ایران، من پشتیبانی خودم رو اعلام میکنم به نام بانوی ایران. و در ضمن من فرکانس کانال یک رو میخواستم که متاسفانه کسی جوابی نیست. خدا حافظ. الو، نهاد مردمی زنده باد آزادی، درود بر شما. من میخوام جزوی نهاد مردمی بشم. یک هدف و پنج اصلم قبول دارم. امیدوارم خدا کمکتون بده. من موسی هستم. من موسی هستم از خراسان شمالی. پشتیبانی خودم از نهاد مردمی اعلام میکنم و به همه توصیه میکنم. من موسی هستم از خراسان شمالی. پشتیبانی خودم از نهاد مردمی اعلام میکنم و به همه توصیه میکنم که بی تفاوت نشینن. بی تفاوت نشستن کار ما ایرانی ها نیست. به پا خیزند و حداقل پشتیبانی خودشونو از هر نهادی که دوست دارن، خصوصا نهاد مردمی که اصلش قانونمند و هدفمند هست، رو اعلام کنند. متشکرم. درود بر شما. بهزاد از آلمان هستم. هستم نهاد مردمی رو اصلش قبول دارم. خودم خانم آدم. درود بر شما پاینده ایران، خدا نگهدار. من ایرانی هستم، در یک از کشور خارج فعلاً مهمونم. اسمم نفروز. من پنج اصل نهاد مردمی رو قبول دارم. من نهاد مردمی رو قبول دارم. من میخوام عضوم باشم. به امید آزادی ایران، به امید مردن تمام این آخوندان، به امید خبر مرگ احمدی نژاد و خامنه ای که دیگه مملکت ما رو به گن کشیدن، واقعا به گن کشیدن. من چند شب پیش اینجا از تلویزیون زندگی شاه رو میدیدم. واقعا مملکت ما رو به 1,000,000 سال عقب بردن. نمیدونم چی بگم. من سنم 74 سالم. درود میگم به تمام. الو، من بختیاری هستم. من پنج اصل و نهاد مردمی رو قبول دارم. عضو خانواده 5-6 نفره هستیم. برنامه‌هاتون همه رو گوش میدین. ازتون خواهش میکنیم برنامه عقاب رو حمایت کنین. ما با ایران در تماس هستیم. همه مردم اینو شنیدن، قبول دارن. همون روزم شما خیلی میتونید موفقیتی برای مردم داشته باشین. به کمک شما ممکنه اونا به هدف برسن. اونا کی هستن؟ مردم ایران. ازتون خواهش میکنم عقاب ایران رو حمایت کنید. قربان شما. راستی چرا نهاد مردمی؟
ببینید صدای هموطنان رو از داخل ایران میشنوید. اینها کسانی هستند که به نهاد مردمی تلفن میکنند و از طریق صداشون اسم نویسی میکنند در نهاد مردمی. اولا که استقبال بسیار زیادی از این روند شده که واقعا باید تشکر بکنیم از مبتکرش که دکتر فروتن عزیز و این نحوه رجیستریشن و اسم نویسی کردن با صدا که مثل اثر انگشت هست رو ابتکار ایشونه. ببینید اگر که اگه امروز قرار باشه که تمام مشاغل مختلف در ایران، مثلا فکر بکنید که کسانی که زباله ها رو جمع میکنن اگر که در ایران اعتصاب بکنند چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر راننده های اتوبوس احتمالا اعتصاب بکنن چه اتفاق میفته، اگر که میوه فروش ها اعتصاب بکنن و سر کارشون نرن چه اتفاقی میفته. حتما یک بخش عمده ای از کارهای یک مملکت لنگ میشه و سر و صدای همه در میاد. اما فکر بکنید که اگه قرار باشه امروز در جهان تمام آخوندها در جهان کسانی که مروجان مذهبی هستند دست از کار بکشن، فردا هم سر کار نیان، تا آخر امسال هم سر کار نیان، هیچ اتفاق نمیفته. در ایران عزیز ما اگر این آخوندها یه این چنین کاری بکنن یه اتفاق میفته و اون این که دست از سر این ملت برمی‌داره. صحبت از فروپاشی نظام نیست، صحبت از سرنگونی نظام. چون فروپاشی نظام، نظام اسلامی از هم فروپاشیده است، در سیاست داخلیش از هم فروپاشیده است، در سیاست خارجی از هم فروپاشیده است. نگاه کنید ببینید در سیاست خارجی امروز اعلام میکنه وزیر امور خارجه‌اش که ایران همسایه امنی برای روسیه است. ایران همیشه همسایه امنی بوده، این حکومت اسلامی ایرانه که همسایه ناامنی است برای تمام همسایگانش، این حکومت جمهوری اسلامی است که ناامنه برای ملت خودش و برای سراسر ملل جهان در سراسر دنیا، و این روسیه بود که برای ما همیشه ناامن بود، و این مردمان و حکومتگران روسیه به هر شکلی که بودند در تمام نظامها و در تمام اشکال نظامهایی که داشتند برای ما همیشه ناامن بودند و ایجاد ناامنی کردن. ببینید این حکومتگران چه حرفایی از دهنشون در میاد، خودشون هم نمیفهمن چی میگن. ایران همیشه سرزمین امنی برای همسایگانش بوده، ایرانیان همیشه افتخار همسایگی رو به تمام همسایگانشون دادند. جالبه بدونید که این ایرانیانی که به سراسر جهان رفتن، حداقل ایرانیانی که در این مملکت هستند، در این مملکت آمریکا، ما میدانیم که افتخار همسایگانشون هستند. حقیقتا همه افتخار میکنن که با این ایرانیان همکارن، همسایه اند و همدیگر رو میشناسند و ایرانیان رو میشناسند. اما ببینید این حکومت اسلامی چجور ناامنی رو در سراسر جهان برای تمام مردم دنیا آورده. اگر که صحبت از فروپاشی نظام باشه که نظام فروپاشیده است، صحبت از سرنگونی نظامه. تمامیت نظام رو ملت ایران نمیخواهد و در نهاد مردمی ما در هدف و پنج اصلمون مشخص کردیم که چگونه
ملت ایران نمیخواهد. امروز خوشبختانه نوید این هست که بعد از 32 سال گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور آرام آرام به این نتیجه رسیدند که همه دارن یک حرفی رو میزنند. منتها امروز تا امروز در لوای اسامی مختلف و احتمالاً چهره های مختلف که بعضی از اون چهره ها عزیزشون بداریم چون در میان ما نیستند و بعضی از اون چهره ها در زمینه مطبوعات عباس پهلوان رو 55 سال خدمتش رو به ملت ایران و به ادبیات ایران و به ژورنالیسم به روزنامه نگاری ایران پریروز جشن گرفتند. ما هم در نهاد مردمی 55 سال کار این خدمتگزار صدیق مطبوعات رو تبریک میگیم و آرزو میکنیم که عباس پهلوان و شاگردانش همیشه در راهی که قدم گذاشتند همیشه مستدام باشن که هستند و بودند و خواهند بود، اما جای عزیزان دیگری که در میان ما نیستند هم خالی است. در مقاله‌ای در مورد نهاد مردمی نوشته شده بود که در روی سایت بالاترین و دیگر سایت ها امروز چندین روزه که مونده، برای اینکه مردم میخوان، یه عده‌ای از مردم باز هم میخوان بدونن در مورد نهاد مردمی که ببینن این نهاد مردمی چیه، چطور شده که در طی این فاصله به این کوتاهی راه به این طولانی رو پیموده، چطور شده که در طی این زمانی که هنوز حتی یک سال هم نشده چطور چشم ایرانیان در سراسر جهان و چشم جهانیان بین ملل مختلف واقعا به نهاد مردمی دوخته شده. امروز اگر فرصتی داشته باشیم، من بخش کوچکی از این مقاله رو خونده بودم ولی تقاضا شده بود که تمام این مقاله خونده بشه. اگر که فرصت نکردیم، همیهنان عزیز بدونید که این مقاله روی سایت نهاد مردمی هست و به نهادمردمی.com اگه مراجعه بکنید در اونجا می توانید این مقاله رو ملاحظه بکنید. ما در این فاصله برای اینکه حقیقتاً هموطنان عزیز از اونچه که سالها پیش در سینما رکس آبادان گذشت، امروز این خاطره سینما رکس برای من وقتی از این پله‌های استودیو بالا می اومدم دوباره تداعی شد و نتوانستم خودم رو نگه دارم. ملت ایران از اون روز با شادمانی خداحافظی کرد و غم رو این آخوندها براش آوردند و افسوس که این مملکت ما این چنین شد. اما شاگردان سیمین بهبهانی، شاگردان عباس پهلوان، شاگردان فردوسی و حافظ و سعدی همه زندند، همه زنده هستند و وطنشون رو حتما پس خواهند گرفت. اما وطنمون را فقط پس گرفتن کافی نیست، ما باید کاری بکنیم که پس گرفتن وطن با کمترین هزینه ها باشه. کمترین هزینه ها، ما کشورهای مختلف خاورمیانه رو که در میبینیم، ما قرار نیست و نباید این هزینه ها رو بپردازیم. ملت ایران باید با خردشون عمل بکنن. پس گرفتن وطن با کمترین هزینه و نگهداری از وطن، آباد کردن یک وطن آزاد، یک وطن با داشتن برابری واقعی با سکولاریزم و اینکه همیشه مذهب از حکومت باید جدا بمونه. هموطنان عزیز، یکی از دلایل پیشرفت ملل دیگر جهان من جمله همین مردم غرب، جدا نگه داشتن مذهب از حکومت. در این هدف و پنج اصل نهاد مردمی کاملا در این زمینه به طور شفاف
روشن و مشخص بیان شده. ما در نهاد مردمی در طی این مدت بی دلیل نیست که این چنین مورد محبت هموطنان قرار گرفتیم و هر روز توسط ایمیلاشون، توسط وسایل مختلفی که میتونن با ما تماس بگیرن، ما رو مورد مهرشون قرار میدن. و اون چه که نهاد مردمی تا امروز کرده به خاطر مردمی بودنشه. نهاد مردمی از پایین ساخته شد، به دست مردم ساخته شد، به دست کسانی که نام و نشانی نداشتند اما دلشان در گرو ایران بود، چشمشان به سوی وطنشون بود، کسانی که وطنشون رو ارج میگذارند و ارج میگذاشتند، کسانی که گذشتگانشون رو ارج میگذارند و به آینده‌ای روشن و به آینده‌ای آزاد برای ایران دل بستند. بنابراین پس گرفتن ایران قدم اوله. پس گرفتن ایران با کمترین هزینه و بعد ساختن ایرانی آزاد آباد به دست ملت ایران. اگر فرصتی داریم آقای منصور که اون کلیپ رو ببینیم؟ بله. اجازه بدید این کلیپ رو ببینیم که امروز با این غمی که 33 سال پیش برای خاتمه دادن به شادمانی در ایران بود، اجازه بدید کلیپ شادی رو ببینیم و برگردیم. آماده؟ شادش کن. دست دست. حالا بای 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 حالا بای 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 حالا بای 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 بای. خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوشبختم. این جمع در واقع نماد یک جمع شکست خورده و عملی است. مهمترین اون چه که در مورد امام میشود گفت چند نکته است که من پرپرد میکنم. امام به معنویت، به انسانیت، به بهش، به خدا باور نداشت، قبول نداشت، مخ نداشت، دم داشت، سم داشت، یکی دو داشت، هر دو قوم داشت، یکی از اون قرار خود من بودم. من مرض دارم، هی هی در بسر دارم، هی هی مغز هر دارم، آخ 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 آخ. حالا بای 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 حالا بای 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 بای. چرا 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 حرف ما را باور نمی کنن؟ از خالی دستی، از بس خالی دستی، مسئولین نظام یواش یواش همه دارن جا می زنن. چرا با چرا هستی، چرا چند رو نشستی؟ زیر فشار تحریم این استخوان شکسته، بمب اتم میخواهم، بمب اتم با مسته، بمب اتم با مسته. خسته شدم، گاز نخورو، باید برم، برو بابا برو پیش امام، اون کنتلان یا که بابام دونه باباش. احسنتم. بای 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 خب هموطنان عزیز، متاسفم که وقت نداریم، با اینکه میبینم خطوط پر شده. تازه معمولا هموطنان آخر وقت میان، ولی به هر حال در برنامه‌های آینده سعی میکنیم که فرصت دیگری رو بگذاریم برای صحبت شما هموطنان عزیز. ما وطنمون رو با کمترین هزینه ها پس خواهیم گرفت. زنده باد آزادی، ریشه‌کن باد استبداد، سرفراز باد ملت سرفراز ایران. آینده ایران در دستان شماست.